سازی رژیم از حضور زنان مجاهد خلق در خیابانهای تهران با یونیفرم مشابه ارتش آزادی بخش در حال پخش تراک در مورد یک فیلم سپاه ساخته علیه مجاهدین برای جلب بیننده نتایج معکوس برای ولایت ارتجا به خاطر استقبال گسترده اجتماعی در ابعاد میلیونی در بحبوحه جنگ افروزی ای در منطقه و موج سواری امام ها و دستگاه تبلیغاتی رژیم بر روی فجایع غزه همراه با لاف و گذاف و قدرت نمایی صحنه حیرت انگیز حکومت آخوندی با تصاویر ساختگی از حضور زنان مجاهد خلق با یونیفرم مشابه ارتش آزادی بخش در خیابان‌های تهران در حال توضیع تراکت راجع به بازپخش فیلم سرهنگ سریا به نحوی شگفتانگیز خبرساز شده است. این فیلم قبلا به دستور خامنه ای ساخته شده بود و در بهبوهه قیام در دهه زجر 1401 رونمایی شد. انا و لباس خلق خیابون. چه چراغ علمه کاربران شبکه های اجتماعی درباره این فیلم و تبلیغ آن مطالب زیادی نوشتند که در یک نمونه از آنها چنین میخوانیم. در مورد ویدئوی بالا توضیحات عموماً نادرست منتشر شده اما واقعیت این است این یک پروژه تبلیغی است که توسط سپاه طراحی و انجام شد. به این شکل که گروهی از فاتیکوماندوها لباس فرم مجاهدین خلق را پوشیده و در خیابانهای تهران راه افتادهاند تا مثلا برای فیلم سرهنگ سریا که درباره مجاهدین خلق است تبلیغات کنند. این فیلم توسط سازمان اوج وابسته به سپاه تولید شده. این فیلم یکی از فیلم های سفارشی خامنه ای علیه مجاهدین در جشنواره دهی زجر با شرکت موزوران روحوزی. هموطنان میدانند می که هر ساله در جشنواره فیلم ولایت فقیه در دهی زجر اصل موضوع نمایش فیلم های است که خامنه ای شخصا مانند فیلم نیمروز آن را علیه مجاهدین سفارش داده است. این فیلم روایت آخوندی خامنه ای از 19 بهمن 1360 علیه مجاهدین سردار خیابانی و اشرف شهیدان بود. امسال مؤسسه امنیتی افشا شده موسوم به اوج به فرموده فیلم سینمایی سرهنگ سریا را با شرکت مزدوران روحوزی به نمایش گذاشته تا مزدوران ارتجاع را خانواده مجاهدین جا بزند. سایت شهدای رژیم در 16 بهمن درباره این فیلم نوشت نکته جالب دیگر سرهنگ سریا متصل کردن اقدامات منافقین به فعالیت اخیر مجازیشان و دست داشتن در اختشاشات اخیر کشور است. این فیلم از زمر فیلم هایی بود که در جشواری رژیم جایزه گرفت. یک جلسه برای مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده مجاهدین ترتیب دادند که کارگردان و هنرپیشه های روحوزی نیز حضور داشتند و تیزر فیلم پخش شد. توضیحات کامل در کانال تلگرامی قیام سراسری هشتک عبدالاباد موج خبری در شبکه های اجتماعی و اجتماعی شدن این موضوع با بازدید گسترده ی هموطنان چنان ابعادی پیدا کرد که حتی رسانه هایی هم که سانسور هر رخداد مربوط به مجاهدین رویه آنهاست به این خبر و ارقام میلیونی استقبال از آن باستاب دادند. نتایج معکوس حاصله از این فیلم سازی برای رژیم چه در درون و چه در بیرون نظام این پرسش را مطرح کرده که چرا حاکمیت دست به کاری زده که با سابهای وسیع و جلب توجه گسترده اجتماعی به مجاهدین و به ویژه زنان مجاهد خلق را به دنبال داشته است. حاکمیت آخوندی از یک سو مدعی نیست و نابود شدن مجاهدین و فقدان پایگاه اجتماعی برای آنهاست و از سوی دیگر ناگزیر است برای تبلیغات خود علیه آنها به زعم خودش با چنین اقداماتی به جلب مشتری و بیننده بپردازد برخی کارشناسان رژیم به این اقدامات اعتراض دارند و میگویند ما از هر سو در تلاش هستیم و پولهای کلان خرج میکنیم بگوییم که مجاهدین در جامعه امروز ایران مطرح نیستند. اما از طرف دیگر اکران فیلم سرهنگ سریا تبلیغات و نظرسنجی های نظام علیه مجاهدین را خونسا یا معکوس و به زیان حاکمیت تبدیل می کند. همان تجربه‌ای که در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز که خامنه ای هم به تعریف و تمجید از آن پرداخت دامنگیر فیلمسازان سپاه شد و انتقادات سریحی را در درون حاکمیت برانگیخت. به نفی که نه تنها سحنه های آن فیلم در نشان دادن چهره رعوفی از لاجوردی یا تخریب چهره مجاهدین موفق نبود بلکه باعث شد که گاه در سالن سینما هنگام شلیک مجاهدین به پاسداران تماشاگران در تاریکی شروع به کف زدن می کردند. سوالها و مجادلات درونی رژیم بر سر فیلمسازی از صحنه های حضور و رژه زنان مجاهد در خیابان های تهران از آن رو جدی است که موضوع فیلمسازی علیه مجاهدین همواره زیر نظر شخص خامنه ای و موضوع کلیدی در نمایشات دهه زجر بوده است. برخی پاسخ این قبیل سوالات را در احساس خطر نظام از قیام و چشمانداز هدف قرار گرفتن سر مار در جنگی می دانند که در منطقه در جریان است. وضعیتی که به خصوص در ماه آبان باعث شتاب فزاینده اعدام ها و رکورد بی سابقه بیش از 90 اعدام تا روز 24 آبان و به موازات آن تبلیغات سیاسی علیه مجاهدین از قبیل همین فیلم سازی ها برای اکران فیلم های سفارشی خامنه ای شده است تا بر روی بسیج نیروی خودی در کنترل اوضاع تأثیر بگذارد. این پاسخها البته برای باندهای مغلوب حاکمیت قانع کننده نیست و آنها اصرار دارند که در هر صورت این فیلم سازی یک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر در حساس ترین شرایط است. برای اطلاع هموطنانمان از سوابق امر توجه شما را به قسمتهایی از بیانیه های سالانه شورای ملی مقاومت ایران جلب می کنیم. درباره فیلم سازی های حکومتی علیه مجاهدین نقل از بیانی های سالانه شورای ملی مقاومت رویدادهای یک سال گذشته به ویژه پس از انتقال سازمان یافته رزمندگان مستقر در زندان لیبرتی به کشور آلبانی شرایط جدیدی ایجاد کرده است با پایان محاصره ضد انسانی مجاهدان اشرفی اکنون این ولایت خامنه است که در محاصره سیاسی مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک قرار گرفته است مقاومت ایران در تمامی رویدادهایی که به حیات و سرنوشت مردم ایران مربوط می شود علیه دشمن مردم که رژیم حاکم است باید به طور جدی درگیر باشد در مهمترین جدال درون حکومت یعنی میار سنجش مشروعیت نظام تلاش های مقاومت برای افشای ولایت فقیه در تئوری و عمل تعیین کننده بوده است خامنه ای در مراسم حکومتی روز چهاردهم خرداد بر سر گور خمینی دو هفته بعد از جدال انتخاباتی رژیم درباره اثرگذاری شعار نجلاد نشیاد سخنان مبسوطی درباره دهه شست ایراد کرد و گفت من توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تعملند و راجع به دهه شست قضاوت می کنند جای شهید و جلاد عوض نشود من توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تعملند راجب به دهه شست قضاوت میکنند جای شهید و جلاد عوض نشود کابوس <نسان> خامنه ای از فتنه و منافقین تمجید او از فیلم پرهزینه و فاشیستی ماجرای نیمروز که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هر درایی روزمره مزدوران ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن دهها فیلم و سریال انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمره نمایشگاه عکس به خاطر مداخله فعال نیروهای مقاومت و انقلاب دموکراتیک در رویدادهای سیاسی است تعدادی از فیلم ها و به اصطلاح مستندهایی که در یک سال گذشته ارگانها و مراکز ولایت خامنه ای بیدند و ترمز و با هزینه های کلان علیه مجاهدین و مقاومت ایران تولید، پخش و درباری آنها تبلیغ کردند عبارتند از به نام خلق، تومیمانی، شاخه های شکستی بلوط، نفوزی، تقاس، پایان را، خشت خاص، سازمان ترور، سازمان، مهشکن، طراحی سوخته فراز چهلوم، آنچه گذشت دکوپاش پدر تروریست قبرهای پرسر و صدا توته و نفاق نفوذ شهدای ترور و روایت رهبری در بهمن ماه 1397 نیز فستیوال فیلم دهی فجر رژیم به فیلم‌های علیه مجاهدین و مقاومت اختصاص داشت. این علاوه بر برنامه های دائمی تلویزیونی، گزارش های مستمر خبری، مصاحبه در شبکه های مختلف حکومتی و کلیپ های تبلیغاتی است که علیه مقاومت در رسانه های تابعه باز تکثیر می شود. فیلم مبتزل و درپیتی ماجرای نیمروز که زیر نظر مستقیم ولی فقیه با هزینه زیاد تهیه شد نمونه گویایی از اقدامات رژیم کثیف آخوندهاست هاست تعریف و تمجید خامنه ای از این فیلم به ویژه آنجا که وارد فرم و ساختار فیلم می شود نشان دهنده بلاحت و نادانی او در مورد هنر و صنعت سینماست. نمونه دیگر به اصطلاح مستند 28 قسمتی به نام خلق است که پخش آن از آذر 1397 شروع شد. اسماعیل ارجمندی مدیر گروه مستند بسیج در این مورد اعلام کرد این مستند 28 قسمتی که از شبکه سوم سیما پخش می شود قرار است با چند روز تاخیر از شبکه های افق و مستند هم پخش شود انتخاب زمان به نام خلق در حال حاضر به خاطر شرایط فعلی کشور و تمرکز مخاطب روی آن تا دهه فجر بود همین موضوع بسیجی بعدا با قیزوکین گفت این سازمان برای اینکه به عنوان یک بدیل مطرح شود هیچ جایگاهی ندارد و نهایتا میتواند در یک پروژه بزرگ علیه ایران شرکت کند و آن هم سوریزاسیون ایران است. آنها در برنامیزی هایشان به دنبال این هستند که ایران را به سوریه دیگر تبدیل کنند و در این مسیر تلاش خواهند کرد. بر مطالبات اقتصادی مردم تکیه کرده و به خیال خودشان از گسلهای خفته سوء استفاده کنند. خامنه این شخصا بر تولید این فیلم ها که طی یک سال چندین بار تکرار شد تاکید و نظارت دارد. او در 21 دی 1396 که از قیام سراسری به شدت گزیده بود در دیداری با مستندسازان حکومتی به آنها گفت چیزی که میتواند ذهن ها را روشن کند همین مستندهای شماست. خامنه ای در 24 آبان 1397 در دیدار با جمعی از برنامه سازان رادیو تلویزیون نیز گفت ما در حال یک نبرد فرهنگی، یک نبرد جنگ نرم هستیم. یعنی به ما تهاجم شده، تهاجم نرم. آن هم با ابزارهای پیشرفته و بسیار نو و با توانایی بسیار بالا به ما حمله شده. در مقابل ما بایستی یک جبهه قوی توانایی ایجاد کنیم که این جبهه به توانت پاس خوب باشد. آن جبهه متشکل از کیست؟ از هنرمند، روشنفکر، عنصر فرهنگی، یعنی شماها هستید. واقعا با همت بلند این کارها بایستی انجام بگیرد. خب، البته شکی نیست که شما اگر بخواهید ابتکار به خرج بدهید و کار نو کار برجسته بیاورید پشتیبانی مدیریتی لازم است من در این تردید ندارم من این را تصدیق می کنم مدیران بایستی از شماها واقعا حمایت بکنند هم حمایت معنوی بکنند یعنی به شما نشان بدهند که کار شما را قبول دارند و برای کار شما ارزش قائلند هم حمایت مادی بکنند. شکنجه روانی شبانه روزی سالیان با صدها بلندگو همراه با تهدید به قتل و کشتار و شناسایی اشرف برای حملات نظامی به مجاهدان بیسلاح توسط مزدوران ارتجاق